من در واقع خب خیلی ساله که با این مشکل روبرو هستم، یعنی دفعه اول نیست، شاید هم دفعه آخرش، هم امیدوارم دفعه آخرش باشه حالا با خروج ما از ایران. حدود مثلا سال مثلا 77 78 بود که در واقع اولین مشکلات ما شروع شد، ولی خب احضار به وزارت اطلاعات نبود، در حد مثلا اینکه خب ارشاد مثلا ما رو سر یه کتابی خواست، مثلا گفتش که این کتاب مجوز نمیگیره، این کتاب توهین به مقدساته، و احضارهای از این گونه بود، یعنی میگم به حراست ارشاد، به این جور جاها. اما از جایی که در واقع مشکلات ما، مشکلات در واقع حالا میگم پیچیده تر ما شروع شد، از سال 89 بود که من سال 89 فکر کنم 13 مهر بود، در منزلم بودم، نیروهای وزارت اطلاعات اومدن داخل منزل من، تقریبا من وسایل های منو بردن، خود من رو هم لپتاپ، موبایل، وسایل خونه، دست نوشته ها، کاغذ ها، فیلم ها، کتاب ها، تمام وسایل منو بردن و خود من هم احضار شدم که شنبه حضور پیدا کنم در وزارت اطلاعات. اون موقع بازداشت صورت نگرفت، فقط میگم احضار البته حضوری دیگه، یعنی به منزل من اومدن و تمام وسایل رو بردن. من شنبه رفتم و حدود یک هفته هر روز صبح تا شب در واقع بازجویی می شدم که مسائل مختلفی بود. خب اون زمان بعد سال 88 بود، سال 88 خب اون اتفاقایی که رخ داده بود، بعد سال و غزل پست مدرن خیلی روش حساسیت داشتن، فکر می‌کردن خب یک جریانی برای براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران، در مورد اون خیلی بازجویی می‌شدم و حالا در مورد مثلا کتاب که چاپ کرده بودم، جمع‌آوری کتاب هام، حالا همکاری خیلی کمی که با خواننده داشتم، موقع حساسیت انقدر زیاد نبود، ولی خب اتفاق خاصی پیش نیومد. بعد از اون تقریبا من هر ماه، هر دو ماه یک بار به یک بهانه احضار می شدم، مثلا از مثلا خانم اختصاری مثلا توی ورزشگاه مثلا حاضر شدن، مثلا خب منم داخل اون عکس بودم، من رو احضار کردن، مورد بازجویی قرار دادن، یا مثلا سر قضیه مثلا یکی از شعرها به نام سفرنامه دو که حالا اشارات سیاسی به ماجرای 18 تیر، به وقایع بعدش داشت، باز احضار شدم، تعهد گرفتن از من. این ماجراها اتفاق افتادش، ولی خب میگم هیچ کدوم بازداشت و زندان و همراه با اینها نبود. سر مسائل دیگه هم همین احضارها بود، تهدیدها هم خب کم و بیش ادامه داشت، یعنی مثلا آقا این کتاب اگه شما در نمایشگاه کتاب حاضر بشی، نمیدونم، حالا تهدید جانی نبود، کتاباتون رو جمع میکنیم شما نیاید، شما براتون مشکل ایجاد میشه اگه فلان کار رو بکنید، و یه سری تهدیدهایی که در شبکه‌های مجازی و فضای مجازی توسط مثلا حالا اطلاعات سپاه صورت میگرفت، مخصوصا توسط باشگاه خبرنگاران جوان و برنامه 23 تلویزیون که هر چند وقت یک بار اخبار دروغ، تهمت و انتشار عکس‌های خصوصی ما، یعنی مثلا میرفتن تو صفحه یکی از دوستان ما که حالا منم تگ کرده بود، یه عکسی که من داخل مثلا یه تولدی یه گوشه نشسته بودم رو میگرفتن، حتی به طور خنده‌داری لباس خانومایی که مثلا مشکلی نداشت رو سیاه میکردن انگار مشکلی داشته، و بعد مثلا درباره من نمیدونم مهدی موسوی چگونه به خواننده مرتد یاری میرساند، مهدی موسوی چه کسی، نمیدونم ترویج همجنسگرایی، ترویج نمیدونم چی عضوی در شهرستان ها، و این تخریب ها ادامه داشت که باعث میشد که هر سخنرانی که من داشتم، هر کارگاهی که داشتم، هر برنامه نقدی که داشتم از یک هفته قبل در تمام مثلا سایت های زنجیره ایشون این فضا ادامه پیدا میکرد تا منجر به تعطیلی اون برنامه میشد. سال 92 که در واقع بازداشت من به این شکل بود که من 15 آذر ماه مراجعه کردم به فرودگاه بین المللی برای یه سفر تفریحی، متوجه شدم که ممنوع خروج شدم. خب من قبلش تقریبا هر سال چند تا سفر خارجی داشتم و این مشکل رو نداشتم، فکر کردم این هم فشاریه در کنار اون فشارهایی که تا اون زمان روی من وجود داشته و فکر نمی کردم حالا اتفاق جدیدی باشه. نکته که پیش اومد این بود که در واقع من به منزل رفتم، به کار و زندگی خودم ادامه دادم، پس برداشت به منزل من ریختن، تمام وسایل من رو، نیروهای اونجا اطلاعات سپاه جمهوری اسلامی به خونه من ریختن، تمام وسایل من رو بردن و خود من رو هم با دستبند و چشمبند به مکانی نامعلوم، اون موقع من نمیدونستم کجا میبرن منو،
در واقع انتقال دادن و بازجویی های هر روزه شروع شد. خب این بازجویی هر روزه بدون آگاهی خانواده بود، یعنی طوری که تا 22 روز نذاشتن من به خانواده تماس بگیرم و در انفرادی بودم که بعدها فهمیدم من در بند 2 الف زندان اوین هستم. توی اون بازجویی های 40 روزه هم درباره همه چی از من سوال میشد. واقعا اینجوری نبود که بگم مشکلشون چی بود، چرا من خودم هم نمیدونستم. یعنی من تا زمانی که 2 سال بعد، روزی که آخرین دادگاه من بود، تفهیم اتهام صورت گرفت و من فهمیدم جرم من چیه، واقعا نمیدونستم من چرا فراخونده شدم. یعنی حتی سوال هم که میکردم با پس گردنی روبرو میشدم که خب چرا من اینجام. حالا نمیتونم اون کلمات رو بر زبون بیارم که چه جوابی دریافت میکردم، چون کلمات بسیار رکیکیه. خب و توهین به خانواده من، توهین به عزیزان منه. ولی نکته ای که هستش، من نمیدونستم، واقعا نمیدونستم. یعنی شب تا صبح فکر میکردم خب چون شما تو انفرادی خوابت هم نمیبره، هیچ تفریحی هم نداری، هیچ کاری هم نداری، یعنی نه کاغذ، نه خودکار، نه کتاب، حتی دستشویی، و شب و روز فکر میکنی، فکر 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 توی مغز جریان پیدا میکنه. من اونجا به چی فکر میکردم؟ به اینکه خب مثلا چرا من اینجا هستم، سر کدوم مسئله، سر شعر، سر همکاری با شاهین نجفی، سر فلانه. اما از شیوه سوالها دو تا چیز رو میفهمیدم که حساسیت بیشترشون روی همکاری من با شاهین نجفی، در واقع بهانه اصلیشون، و اینه که خب سعی میکنن در واقع اونجا در فیسبوک من، در وبلاگ من، در ایمیل های من، در اس ام اس های من، و با فشارهای روانی و روحی که روی منه، برای من یه پرونده بسازن. حالا هر چی که فکر میکنن، یعنی بالاخره مثلا از یک مسیج، از یک حرف من یک چیزی بهانه‌ای بتراشن و برای من یک جرمی بتراشن. یعنی احساس میکنم اول ما رو میبرن، بعدن تصمیم میگیرن اونجا که حالا ما چه کاری انجام دادیم. نه، متاسفانه تفهیم اتهام نشدم. بعد از 31 روز که در واقع به دادسرای زندان اوین هم برده شدیم، اونجا با من که صحبت کردن، یا در قاضی بود، من اولین بار بود قاضی دیدم، و قاضی من تفهیم اتهام نکرد. یه سوال برای من نوشت که آیا مثلا در واقع شما به صداقت گفته هاتون توی اونجا قبول میکنید؟ آیا شما در واقع حرفایی که زدید توی در واقع بازجویا رو تایید میکنید؟ که من گفتم نه، طبیعتا فشار بوده، کی گفته در صحت و سلامت بوده. و اگه این حرفا رو بزنی دوباره از اول شروع میشه تمام بازجویی ها، به خاطر که بازجویی باید تغییر کنه و اینا، بهتره که قبول کنی. و من هم خب تقریبا میخواستم 100% بیام بیرون و میدونستم خب بازجویی بعدی هم بیاد دوباره همین ماجرا هست و هیچ اینجوری نیست که بازجویی بعدی آدم خوبی باشه. بالاخره اونجا بازداشتگاه، اونجا نیروهای سپاهن. و من هم امضا کردم و تموم شد. بعد از در واقع آزادی ما به قید وثیقه هم یه دونه بازپرسی که رفتم، 3-4 تا سوال، 5 تا سوال در مورد چیزهای مختلف دادن که من کتبی بنویسم. اما اونها هم هیچ تفهیم اتهامی به من صورت نگرفت که بگن آقا شما جرمت اینه. من از اون سوالها حد زدم که اینها در واقع کتگوری هایی هست که در واقع اتهام های منه. در مورد اینکه حالا شعرهای من، در مورد اینکه مثلا علت اینکه چرا با من مخالفن، من خودم واقعا در طول این سالها نفهمیدم. چیزهایی که شنیدم، خب سر اینکه در واقع شاعر یا نویسنده طرفدار داشته باشه یا بین مردم حالا یه جایگاهی داشته باشه و موافق نظام نباشه، کلا باهاش مشکل دارن. حالا یه سری توهمهایی هم دارن که آقا اینها برای براندازی نرمه، اینها میخوان نمیدونم جوانها رو هدایت کنن، نمیدونم چی کنن. سر اینکه خب من از سال 78 کارگاه‌های رایگان ادبی و هنری برگزار میکردم، سر این به جای که تشکر کنن از من، تشویقنامه به من بدن، یکی از جرمهای من بوده همیشه. یعنی اینکه تو چرا برای این جوانها کارگاه میذاری؟ از کجا پولت رو میگیری؟ خب و تو کارگاه‌هایی که غیر از ادبیات و هنر هیچ بحثی نمیشه. موضوعات شعرهای من هم دو سه دستن. خب بخشش که شعرهای عاشقانه است، خب که بیشتر شعر قدیمی تره، و بخشی شعرهای که در واقع با نگاه های جامعه شناختی، روان شناختی، فلسفی و حالا نهایتا اجتماعی. خب یعنی نگاه های به معضلات اجتماعی. من خودم رو هیچ وقت شاعر سیاسی نمیدونم، از چند جهت. چون اولا میگم شاعر باید به زیربنا رجوع کنه، به زیربنا حمله کنه، در واقع نه اینکه بیا درباره سطح قضیه حرف بزنه، وگرنه شعرش میشه شعر در واقع شاعران دوره مشروطه که فقط در موقع خودش گل میکنه، طرفدار هم پیدا میکنه
اما نمیتونه مثل نسیم شمال در حافظه تاریخی ما بمونه. ولی مثلا شعر حافظ سیاسی نیست، اما چون به بنمایه فلسفی اعتقادی جامعه شناختی حمله میکنه در تاریخ جریان داره. اما خب با همین چیزها مشکل دارن، یعنی اینها از ابتدای کتابهای من، دومین کتاب من با اسم فرشته ها خودکشی کردن بود که همین اسمش رو در واقع مورد خطاب قرار میدادن، میگفتن توهین‌آمیزه، تا اینکه میگفتن چرا کتاب درباره حقوق زنان، درباره وضعیت زنان در شعرهایی وجود داره که من نمیدونم، مثل که زنها موجوداتی هستن مثلا جاسوس بیگانگانن، ما نباید دربارهشون حرف بزنیم. تا بعدها همین مشکلات وجود داره، از مثلا اشارات اجتماعی سیاسی تا حتی اینکه دایره واژگانی کلمات ما، یعنی اینکه مثلا شما بیای مثلا کلمه فاحشه رو در شعر بیاری، برای اینها اینه که آی اینها اباحه کری کردن، میخوان قوپا رو در جامعه ما بشکنن. حالا در رساله هر کلمه مجازه بیاد، اما در شعرهای ما هر منظوری داشته باشی، شما درباره روانشناسی فرویدی داری صحبت میکنی، حق نداری وارد یه سری حوزه ها بشی، حتی برای نقدش، حتی برای مخالفت باهاش. خب این اتهام ها در واقع چند دسته بودن. یکی دسته اول که مهمترین اتهام من بود، توهین به مقدسات بود که 6 سال بابت اون زندان گرفتم، که در واقع توهین به مقدسات رو از چند جنبه بیان کرده بودن. اولینش گفته بودن همکاری با شاهین نجفی، یعنی شاهین نجفی مرتده، چند شعر از کتاب شما رو اجرا کرده و شما بینتون 2 تا ایمیل رد و بدل شده و با همدیگه در تماس بودید، پس شما هم توهین به مقدسات کردید. حالا اصلا با اینکه متن شعرهای من عاشقانه بوده، اجتماعی بوده، ربطی اصلا به مذهب نداشته به هیچ عنوان، یا ایمیل های ما یه ایمیل های کاری بوده، ایشون گفته که مهدی جان مثلا من این شعرت رو انتخاب کردم برای اجرا، خب میخوام بخونم، منظورم ممنونم برادر جان، لطف شماست، در حد همین بوده، با این مسائل کاری نداشتن. شما با شاهین نجفی صحبت کردید، همکاری کردید، پس توهین به مقدسات، که یه چیزهای شبیه جوک هم در واقع اون حکم بود، که مثلا چی انتشار آلبوم هیچی چیچ، انتشار و پخش آلبوم هیچی چیچ، که اصلا من نمیدونستم یعنی چی. من یه ترانه سرا بودم، شاعر بودم، که 2-3 تا از شعرهای من در اون آلبوم اجرا شده بود، نه پرودیوسرم، نه در واقع خوانندم، اصلا در جریان نه پخش هستم نه انتشار هستم، فقط من ترانه هامو میفروشم به همه خواننده ها و باشون کار میکنم، با خیلی هاشون هم ممکنه روابط دوستانه ای داشته باشم. من در واقع آلبوم هیچی چیچ رو سال 90 با ایشون همکاری کرده بودم و ایشون سال 91 آهنگ نقی رو خونده بود. بعد اصلا یه چیزی تو حقوق داریم که در واقع جرم عطف به مستبق نمیشه، ولی من خیلی برام عجیب بود که میگفتن خب البته این هم هست که یکی از کارهای من در آلبوم ترامادول هم اجرا شده بود، یعنی بعد از در واقع آهنگ نقی هم یکی از کارهای من خونده شده بود. واقعا حالا من آدمی نیستم که بخوام قضیه رو انکار کنم یا دروغ بگم، ولی مسئله این بود که در واقع همکاری من، اون ایمیل ها و اون ارتباط قبل قضیه بود. حالا بعدش هم بله یک کار من اجرا شده بود، ولی خب اون کاری از من که اجرا شده بود کاری بود که در کتاب من چاپ شده بود. اصلا آقای نجفی اولین آهنگ من شاعر تمام شده رو که خون، من خبر نداشتم، یعنی اومد از روی کتاب من در واقع که یکی دوستانش رو خریداری کرده بود در نمایشگاه کتاب، اون کار رو اجرا کرد و من رو سورپرایز کرد. من هم خوشحال شدم، من هم ازش تشکر کردم، گفتم یکی از بهترین اجراهایی بوده که از کارهای من تا به حال شده و ممنونم ازت، و کار رو اشتراک گذاشتم. اما از کار شاعر تمام شدم یه کار عاشقانه بسیار حسی بود که با موفقیت روبرو شد. من میگم اصلا مگه مثلا شما با یک قاتل خب برید شام بخورید، آقا دوست دخترش باشم، من میرم با یک قاتل شام میخورم، آیا باید اون قتلی که انجام داده شده مثلا من بگن متهم ردیف دوم قتل؟ خب من که در زمینه اون قتل، حالا اگه انجام شده یا نشده، اصلا من نمیخوام بگم که ایشون توهین به مقدسات کرده یا نکرده، چون وارد یه بحث خودش مفصلیه که در این مجال نمی گنجه. من میگم اصلا من در اون زمینه با ایشون هیچ همکاری نکردم، حالا بیان در زمینه که همکاری کردم بحث کنن، بگن آقا کاری که من اجرا شده خوب بوده، بد بوده، ایرادی داشته، مشکلی از لحاظ جمهوری اسلامی داشته، یا بیان من رو تحت کدوم قانون مورد خطاب قرار بدن، همکاری با خوانندگان غیر مجاز.
خب بله، این حالا جرم من این باشه، بیان منو مثلا محروم کنن یا مثلا جریمه کنن، اما نه اینکه 6 سال به عنوان توهین به مقدسات، اونم منی که حتی به دشمنم توهین نمی کنم، حتی منی که مثلا با عقایدی که مشکل دارم، بحثایی که مشکل دارم، هیچ وقت اصلا شعارم اینه که جایی که توهین صورت بگیره راه برای گفتمان و نقد بسته میشه، این تهمت رو به من بزنن، من واقعا از این ناراحت میشم. متاسفانه بله، همکاری من خانم اقتصادی و خیلی بچه‌ها که براشون مشکل ایجاد شد، حالا مال من یکیش بعد بوده ولی اکثرا قبل از قضیه نقی بوده، اما همونجوری که گفتم این بهانه گیری بوده برای سرکوب تعدادی از هنرمندان، یعنی وگرنه خیلی از در واقع ترانه سرایان و شاعرانی بودن که با آقای شاهین نجفی همکاری کردن، بسیار بیشتر از من، کارهای تندتر از من، و خب مشکل خاصی براشون به وجود نیومد، بلکه فقط این بهانه‌ای بود دست اینها برای سرکوب کسایی که میخواستن سرکوب کنن. من مصداق دومی که هستش این گفتن نگهداری گاز اشکاور، من اصلا این رو نمیفهمم، یعنی چون در بازجویی هایی که در سپاه هم صورت گرفت، در همون زندان اوین، درباره هر چیز دروغی که فکر کنین از من بازجویی کردن، درباره گاز اشکاور هیچ سوالی از من نشد، یعنی حتی سوال نشد که داری یا نداری که من میگم نه، و در دادگاه هم جلسه آخر میگم حدود چون چندین جلسه بود به من گفته شد که شما آیا گاز اشکاور داشتید، بعد من گفتم نه، و خب فکر کردم خب یه سوالی که براشون به وجود اومده، و 3 سال حکم زندان من برای نگهداری سلاح گاز اشکاوره. اصلا برای من عجیبه که من گاز، خب اگه میگفتن کلت تو خونت نگهداری کردی، میگفتم خب میخوام یکی رو بکشم، گاز مگه من مثلا انصار حزب الله که میخوام برم تجمع به هم بزنم، من تو سال 88 توی تظاهرات که بودم گاز اشکاور رو تازه نزدیک ندیدم، از بوش و وزیر چشامون و اینا فقط حس گفتن اشکاور زدم فرار کردیم، خب ولی خودم از نزدیک تا ندیدم، اصلا برام عجیبه. از اون جالبتر میگم، یعنی همه بخش های حکم من چیزهای جذابیه، اینه که رابطه نامشروع مادون زنا که مصداقش میگن شما چند سال قبل با یکی از خانومها در جلوی یکی از جلسات ادبی دست دادید، این مصداق دست دادن با نامحرمه، و میگن در یکی از عکس های قدیمی شما که از زمان حالا جوونی من هست با ریکاوری لپتاپ من به دست اومده، دو تا خانوم با من شوخی کردن، از دو طرف منو بوسیدن که من با قیافه حیرت زده به دوربین نگاه کردم که مثلا خواستن اذیتم کنن، و یکی عکس گرفته که من همون لحظه عکسو پاک کردم، و سر اون عکس و سر یه دست دادنی که حالا منسوب بود به من، من چون در اصلا با وجودی در ایران خیلی مرسومه دست دادن، من با وجود این در محیطای اجتماعی دست نمیدم، برای اینکه میدونستم رو من حساسیت وجود داره، منتظر بهانن بالاخره کارگاه همو ببندن، بهانه بگن ارتباط دختر و پسر، از این جور مسائل مسخره که در ایران هست خیلی رعایت میکردم، و با وجود این برای همین دو چیز خنده‌دار 99 ضربه شلاق برای من بریدن، که در واقع یک دونه از شلاق زنا شلاق حد کمتره، و دیگه اصلا من حرفی نداشتم، غیر قابل خرید هم بود، این هم بخشی از جرم من بود، و یه مقدار جریمه برای من بریده بودن که این جریمه به خاطر یک دست ورق پاسور که حالا البته کاملم نبود، در واقع تعدادش بود چون خراب شده بود در خونه من پیدا کرده بودن، به عنوان نگهداری آلات قمار برای من جریمه بریده بودن. حالا سال 89 که من داخل در واقع وزارت اطلاعات بازجویی می شدم، تنها نکته که وجود داشت همون فشار روحی بود که روی من بود و ورود به مسائل خصوصی، یعنی وارد در واقع بخشی از مسائل خصوصی شدن که حریم خصوصی افراده، خب این بود، و در واقع قضیه مثلا اصلا ضرب و شتم یا فحاشی نبود. اما در سال 92 که در اطلاعات سپاه بازجویی می شدم، از همون روز دوم، روز شب اول، نه شب اول فقط من در واقع پشت شیشه که حالت آینه داشت بازجویی می شدم، از روز دوم که من رو به دیوار و گوشه اتاق بازجویی می شدم، انواع ضرب و شتم وجود داشت متاسفانه، که حالا اونها قابل تحمل بود، بعضی موقع اصلا ضرب و شتم برای اعتراف گرفتن نبود، من رو در واقع بازجوی خانم اقتصادی وارد اتاق، حالا من از صدای پا می فهمیدم از صدای ایشون، وارد اتاق ما می شد، من رو مورد ضرب و شتم قرار می دادم، خارج می شد، اصلا نمی دونم من چرا، ایشون بازجوی من نبود، خب
یا یک بار من داشتم من رو منتقل میکردم با چشمن از داخل راهرو به سمت در واقع انفرادی، یک دفعه ایشون از اتاق بیرون اومد و با لگد طوری در کمر من کوبید که من تا 3 روز نمیتونستم راه برم. حالا موقع بازجویی هم که بازجوی من خب پس گردنی به شیمپاشوهای طولانی تحقیر انواع کارهای تحقیرآمیزی که فکر کنیم بود و اینها رواج داشت. اما واقعا چیزی که من رو شکنجه کرد این بخش قضیه نبود، بخشی بود که حرفهایی که زده میشد و من واقعا با وجود خیلی دلم میخواد اینا رو بگم ولی شرم دارم نمیتونم، یعنی حتی گفتنش هم حال من رو بد میکنه. ببین از وارد شدن در جزئیاتی در مورد وارد شدن در جزئیاتی مثل مثلا مسائل خصوصی اطرافیان من، مسائل خصوصی خود من و بسیاری چیزهای دیگه، وارد شدن به در واقع حریم خصوصی بود تلخترین چیزها. یعنی مثلا جزئیاتی رو در مورد تن افرادی که به من نزدیک هستن، ببخشید دیگه راحت صحبت کنم، مثلا درباره خانوم هایی که دوستان خوب من هستن بشینن با لذت و جزئیات درباره جزئیات بدن اینها از من سوال کنن و طوری که من گریه کنم و فقط داد بزنم خجالت بکشید و بعد منو مورد ضرب و شتم قرار بدن. درباره اینکه مثلا یه آقایی که حالا الان خانوم شده شاگرد من بوده، ایشون ترانسکشوال بوده، تغییر جنسیت داده با مجوز جمهوری اسلامی، با قانون جمهوری اسلامی، من ایشون رو کلا چند بار در جلساتم دیدم و با توجه به اینکه این قش در ایران مورد ظلم، من خیلی مورد حمایت قرار دادم، تو کارگاه بهش بها دادم، سعی کردم این روحیه‌ای از دست رفته شو که متاسفانه فقط توسط حکومت سرکوب نمیشه، توسط مردم هم سرکوب میشه، بهش برگردونم. و یه شاگرد بوده مثل همه شاگردای من، درباره تن ایشون و درباره اینکه آیا تو با ایشون فلان کردی فلان کردی، با جزئیات زننده وحشتناک، الان من اصلا از تصورش دارم میلرزم، از من سوال میکردم و فقط من جیغ میکشیدم که خجالت بکشید. خب یعنی اصلا میگم انقدر حرفا زننده بود، حرفات بد بود، در مورد خانم اختصاری حرفایی به من میزدن که اصلا میگم من تا حالا حتی نمیدونم توی فیلم ها هم ندیده بودم. یعنی حتی مثلا میگم تو فیلم مثلا سعید امامی که مثلا خانمش بازجویی میشه مثلا یه چیزایی دیده بودم، اما به این شنیع بودن نبود واقعا کلمات و صحبت ها. و خب یه سری چیزهای دیگه هم بود که خب فکر کنم طبیعیه و حالا شاید لازم اصلا به گفتن نباشه، هر کسی که داخل انفرادی میره و زندان با این چیزها روبروه، یعنی مثلا اینکه دستشویی داخل مثلا انفرادی وجود نداره، شما باید کاغذ بذاری، خب اونجا بر اثر فشارهای در واقع روحی زیاد وضع معده به هم میریزه، بعد نمیان خب تو رو به دستشویی ببرن و تو به خودت میپیچی، هرچی در میزنی کسی نمیاد. یا اینکه مثلا لباس به من نداده بودن، همون لباسی که در واقع لباس روز اول زندان بود رو من داخل حمام هر وقت میرفتم میشستم خیس خیس تو اون سرمای وحشتناک روزهای دی و بهمن تنم میکردن و بعضی موقع مستقیم من رو از حمام برای هواخوری اجباری، چون من نمیخواستم هواخوری برم، علاقه نداشتم، چون هواخوری اصلا هواخوری نبود، اون چیزی که توی فیلم‌ها درباره هواخوری هست نبود، یه مسافت خیلی کوتاهی رو ما باید با چشمن میرفتیم و برمیگشتیم از این دیوار تا اون دیوار و حتی در این که یعنی شما بتونی چشمن رو برداری بری قدم بزنی بتونی بایستی، در واقع اصلا از این خبرها نبود و بیشتر شبیه شکنجه بود هواخوریش هم. و میگم یا حتی اینکه داخل حمام و دستشویی ها دوربین نصبه، خب باعث میشه تا مدت ها بعد از حتی آزادی شما عصبی باشی، حتی موقع حمام کردن، موقع دستشویی کردن احساس کنی کسی داره تنت رو نگاه میکنه. میگم این چیزها شاید چیزهای خیلی معمولی باشه، واقعا خیلی چیزهایی هست که رایجه و هممون، یعنی تمام بچه‌ای که حتی چند روز بازداشت بودن و راحت اومدن بیرون میگم اینو دیدن و براشون عادی شده، ولی برای من که حداقل یه هنرمندم تأثیرات خیلی بد و وحشتناکی روی من گذاشت، طوری که هنوز هم اون تأثیرات محو نشده. بعد از آزادی من که فشارها کماکان وجود داشت، یعنی همون روز آزادی به من گفتن که شما حق نداری در شبکه‌های اجتماعی حضور داشته باشی، حق نداری در جلسه شعری بری، حق نداری، یعنی رسما من رو خونه نشین کردن، کارگاهامو بستن، به محل کار من در واقع توی مؤسسه پنجره حکمت تماس گرفته بودن، فشار آورده بودن که من رو بیرون کنه، خب و رسما من رو خونه نشین کردن. حتی من یادم یک بار در یکی از جلسات ادبی کرج رفتم و در واقع یک گوشه نشستم
که فقط تو اونجا یه چند تا شعر بشنوم، از اون حالت افسردگی شدیدی که دچار شده بودم بیرون بیام. فوری فرداش زنگ زدم به منزل ما تهدید که دیدیم که تو رفتی جلسه شعر و و و. یا زمانی که کتاب من در نمایشگاه کتاب جمع شد، بعد از جمع شدن کتاب من در نمایشگاه کتاب، اومدن در واقع خب زنگ زدن به منزل من، ما رو مورد تهدید قرار دادن. گفتن عین جملهشون رو میگم، گفتن ما که باید کاری نداریم، ولی اگر بری تهران این روزها یه عده‌ای هستن که میخوان با ماشین رو رد بشن، یه چاقوی تو شکمت فرو کنن. بالاخره اگر مشکلی پیش اومد خانوادت نگن ما هشدار ندادیم. گفتم چرا، من چیکار کردم؟ من که اصلا این 2 سال خونه نشینم. گفتن نه، ما که نه، ما که باید کاری نداریم، مشکلی نداریم، کار ما تموم شده، یه سری نیروهای خودسر هستن. عین جملاتی که بین ما رد و بدل شد. خب میگم این فشارها وجود داشت، یعنی من رسما از سایم میترسیدم. من هر بار که صدای در میومد تشنج میکردم، هر بار که از خونه خارج میشدم خانواده من، مادر من افسردگی شدید پیدا کرده، بیماری روحی پیدا کرده، پدر من که یه مرد بسیار قوی بسیار با مطالعه بوده، وضعیت روحی و جسمی داغونی پیدا کرده، خواهر من وضعیت اصلا مناسبی از لحاظ روحی نداره، تمام خانواده ما داغون شدن، زندگی ما داغون شد، خود من دیگه نتونستم تنها در خونم زندگی کنم، مجبور شدم بعد از سالها با این سن و سال برم خونه پدر مادرم زندگی کنم. برای اینکه از تنهایی میترسیدم، برای اینکه هر صدای لرزش دری، هر صدای دری، هر صدای زنگی حال من رو بد میکرد. خب تحت درمان بودم مدت ها و تمام این فشارها و مشکلات ادامه داشت. کتاب های من هم که جمع می شد توی 23، توی خبرگزاری هاشون که علیه ما کماکان مطلب می زدن. و یعنی من یادم یه بار جلسه نقد باز کتاب آقای آسی رفتم و چنان به آقای آسی حمله کرده بودن که آره جلسه نقد محسن آسی فلان فلان، مهدی موسوی در جلسه نقد محسن آسی حضور داشته است، اما مهدی موسوی بنده خدا رو چنان تخریب کردن که دیگه هیچ، همه میترسیدن که من برم جلساتشون، همه میترسیدن که با من ارتباط داشته باشن. من اگه خارج شدم از ایران و فقط و فقط این بود که من اولا نمیخواستم داخل زندان بپوسم و بمیرم و میخواستم بنویسم، میخواستم کار کنم، من یه هنرمندم، من یه نویسندم، یه شاعرم. و دومی که حتی از این که بعد از زندان، بعد از 10 سال بیام و بتونم یه زندگی آرام و عادی مثل یک آدم معمولی داشته باشم میترسیدم. وگرنه من از زمان خیلی سال قبل شرایط خارج شدن از کشور برام وجود داشت، چه لحاظ حالا بورسای ادبی و چه لحاظ خب خانواده که میتونستن حمایت کنن و چه لحاظ درسی که خب من رشتم داروسازی بوده، برای تخصص میتونستم اقدام کنم با توجه به اینکه خب من مثلا یه بورسایی داشتم و یه مسائلی بود. ولی من عاشق ایران بودم، یعنی همین الانش که خارج شدم هر روز کارم گریه، غمگینی، ناراحتیه برای ایران و فقط آرزو میکنم یه روزی شرایط طوری بشه که بتونم اونجا حتی زندگی محدود، حتی تحت فشار که این همه سال داشتم رو داشته باشم و برگردم و کنار اون مردم باشم. فقط همینا علت خروج من بوده، فقط امنیت زندگی کردن. کار نویسندگان بعد از اینکه حکم ما صادر شد، در واقع یه مطلبی منتشر کرد و از ما حمایت کرد، یعنی این حمایت در واقع حالا در همین حد صورت گرفت. حالا یه سری در واقع کانونای مثلا در واقع انجمن پن آمریکا و اروپا هم یه حمایتی صورت دادن و خیلی هم حمایت کردن. اما در این که بگم داخل ایران خود شاعران، خود ترانه سرایان حمایت کردن، متاسفانه خیلی کم. یعنی مردم بودن که حمایت کردن، مردم بودن که خبررسانی کردن و اون حمایتی که لازم بود از ما نشد. یعنی من تو این 2 سالی که خونه نشین بودم، تو این 2 سالی که خب با انواع مشکلات دست به گریبان بودم، به خاطر شعر گفتن، به خاطر در واقع اجرای آثارم و به خاطر دقیقا ادبیات و هنر، حالا متاسفانه بسیاری از هنرمندان پشت ما رو خالی کردن. چند دسته بودن، یک سری به خاطر ترسشون، یعنی خب حقم دارن، میترسن، شرایط بسیار امنیتیه. وقتی میبینن مهدی موسوی که خیلی آدم تونرویی هم نبوده، بسیار آدم میانه روی بوده و هم توی موزگیریاش خیلی با دقت عمل کرده، این بلا سرش میاد، اونا میگن پس سر ما چه بلایی میاد و میکشن کنار، پاشونو میکشن کنار. دوستان صمیمی من، شاگردان 10-12 ساله من تو این 2 سال حتی نیومدن یک بار سر بزنن ببینن من مردم یا زندم. میترسن، ارتباطشون رو با من قطع کردن.
دوستانی هستن حتی، ولی خب دوستانی هستن که این فشار روشون نبود، اونها دل من رو در واقع به درد آوردن، در حد حتی یک امضا کردن، در حد یک حرف زدن حمایت نکردن. خیلی من تلخیای میشنویدم و به روم نمی آوردم. میگفتن که چرا فلانی از مهدی موسوی حمایت نمی کنی، تو که دوست صمیمیش بودی. میگفتن مهدی موسوی تموم شده. گفتن یعنی چی تموم شده؟ میگفتن که مثلا خب این میره زندان، 10-12 سال بعد که بیرون بیاد همه فراموشش کردن، همه شعراشو فراموش کردن، چرا من روی این آدم سرمایه گذاری کنم؟ چرا به خاطر این آدم خودم رو به خطر بندازم؟ چرا با یه عده در بیفتم؟ نه، این آدم دیگه خب دورش گذشته، خیلی عزیز ماست، خیلی هم دوستش داریم، ایشالله مشکلش حل بشه. یعنی من چنین برخوردهایی رو دیدم، شاید براتون جالب باشه، من آدمهایی رو دیدم، شاعران وابسته به نظام، که بیشتر از من حمایت کردن، یعنی حتی دلشون بیشتر سوخت، حالا با شکل خودشون، با حالا رفت، با نوع ادبیات خودشون، که مثلا حالا بالاخره ایران هم شاعرن، حالا یه اشتباهی کردن، امیدوارم که اون شاعران وابسته به نظام بیشتر حمایت کردن تا طبقه روشنفکری ما. نمیدونم این طبقه روشنفکری ما چرا وقتی که برای یه شاعر به عنوان همسنفشون مشکل پیش میاد، تازه یاد این میفتن که مثلا ما جریان ادبی این آدم رو قبول نداریم. آقا اینجا وضعیت مشکلی است که من نمیدونم، واسه سنف فالوده فروش های مشکلی پیش میاد، حالا با هم هر رقابتی دارن در کنار هم هستن، با هم دیگه تحصن میکنن، تعطیل میکنن، اما روشن فکرای این مملکت، شاعران این مملکت در کنار هم نیستن. من میگم واقعا غیر از یه تعداد محدود، شاید 100 نفر 20 نفر که واقعا ازشون متشکرم، جز بدی، تلخی، آزار ندیدم و هنوز هم اون حمایت لازم رو نمیبینم.